حسرت چه سوزناک است وقتی حسرت دیدن روی فرزندانت، قد کشیدنشان، خندیدنشان باشد. دلتنگی چقدر غیر قابل تحمل است وقتی برای سالها دوری از پاره های تنت تداوم یابد. این حسرت و دلتنگی را بارها و سالها تجربه کردم. پیش از تولد علی و کیانا، وقتی 29 ساله بودم، زندان و سلول انفرادی را تجربه کردم. پس از تولد علی و کیانا هم 3 بار زندان و سلول های انفرادی را تجربه کردم. اما تحمل زندان و سلول با وجود علی و کیانا متفاوت، دشوار و بی‌شباهت به جان کندنم نبود، چون این بار مادر بودم و هستم. بعد از 1 سال محرومیت از شنیدن صدای فرزندانم که به دستور دادستان بود، روزهای شنبه نیم ساعت فرصت صحبت با علی و کیانا را دارم. این هفته کیانا می پرسید: مامان نرگس، آیا من 10 سال تو را نخواهم دید؟ و من او را به روزهای بهتر وعده دادم. یقین دارم رنج‌های ما مادران زندانی و کودکانمان در این سرزمین به ثمر خواهد نشست و صلح و حقوق بشر و امنیت و آزادی ثمره و دستاورد این هجران‌ها و حسرت‌ها و دلتنگی‌ها در کنار مقاومت و ایستادگی‌هایمان خواهد بود. مشغول نوشتن این مطلب برای شما عزیزان هستم که قاصدکی به سویم می آید. در میان دستانم می گیرم، می بوسمش و به سوی آسمان می فرستم، برای رساندن خبری خوش برای نانا و علی که 3 تولدشان بدون من 7 آذر ماه در راه است.